سلام مجدد بیننده خوب نازنین، بحث در مورد صفتهای افراد موفق است که ما میخواییم به ده تایش اشاره کنیم. اولیش گفتیم پشت کار داشتن و استمرار و تداوم در زندگی است که اگر ما استمرار نداشته باشیم به هیچ جایی نمیرسیم. از کارهای بسیار ساده، مثلا شماره در رقمی تلفن 9 تایش بگیرین، دوام افشار ندین، جایی که میخواین تماستان برقرار نمیشه. یا مثلا شما خانه کاکایتان 2 کیلومتر فاصله داره، 1.5 کیلومتر برین پس بین، 1.8 متر برین پس بین، شما هیچ وقت به خانه کاکایتان نمیرسین با وجودی که صدها کیلومتر رو طی کنین تا که کل فاصله را منظم تا آخر نرین. بنان استمرار داشتن بسیار مهم است. اما صفت دوم چیز پیش اشخاص موفق داشتن شور و شوق و اشتیاق است، داشتن یک هیجان است. تمام افراد موفق که شما ببینین کار خود دوست دارن، یک شوق در کار دارن. هر قدر شما آدم دانا باشین، مهارت تانم بالا باشه، شور و شوق نداشته باشین جایی نمیرسین. یا ساده تر بگیم شور و شوق در کارت نداشتی کار نمیکنی، جان کنیست، رنج کشیدن است. اما کسی که شور و شوق داره کار نمیکنه، فقط پیسه جمع میکنه، زندگی میکنه، لذت میبره. باز ادیسون میگن خسته نمیشی؟ میگه نه، کار برای من نوع تفریح، کار برای من نوع تفریح. روزی که کارت برای تفریح بود زندگی رو بردی. اما او خدایا چه وقت 4 بجه میشه؟ اگه تو کسی هستی که میبینی کل روز پایان شد که تو 4 بجه از وظیفه خلاص شدی، تو در زندان هستی. روزی تو زندگی رو بردی که حتی یک وقت میگن بخی بس است و خلاص شد برو، تو کارت خوش داری. حتی اگه تو کسی هستی که روز اعلان شد که ما از این کار بر تو ماشم نمیتیم، ولی تو بگی نه من هنوزم دلم میخوام این کار بکنم، تو زندگی رو بردی، تو کار دوست داری، شوقت است. شاگردای صنف خدا من میگم دو تا شاگرد شما در نظر بگیرین، یکی شما خدا باز صبح شد کی بره مکتب، کاش که در مکتب ما یک راکت بخور رخصتی شود، وجه بره رخصتی باشه، معلم مریض باشه، اتن انداخته که به به. اما یک شاگرد دیگه صبح بخیزه هنوز 4 بجه چی وقت 8 بجه میشه که مکتب برو، وقت منظم خدا ارزاخته، لباسکای پاک خدا پوشیده، سوالم 3 تا جور کرده که میرم از معلمی سوال میکنم، به شوق میره. کدامش جای میرسه؟ معلم داره سیک شوق داره. به می خاطر است متاسفانه زیاد مردم ما به می خاطر پیشرفت نمی کنیم. خب یکی از دلایلش اینه، من میگم اگه دولت اعلان کنه که ما ماشتان خانه روان می کنیم، دلتان مین سر وظیفه، دلتان نیم، من میگم 90% مردم ما نمیره سر کار، به خاطر اینکه ما کار خود دوست نداریم. به این خاطر است علت عقب مونی ما، چون ما با شوق در اداره کار نمی کنیم. حال وقت نان است، از ساعت 10 اداره بسته است تا ساعت 2 وقت نان است، وقت چای است. داری که شوق باشه خواهی گلاس چای تا میتونی بخوری کاری یک کسی را میجرا کنی، اما او شوق نیست به کار، به خاطر از جایی نمیرسی. ژاپن هم مشکلات داشت، مردمش که تا از 8 تا 4 کار میکرد، باز میف 4 ساعت دیگه ما بدون ماش بر دولت خود خدمت میکنیم، وطن خود کجا رسان، اما ما کجا؟ به خاطر شوق نیست، شوق اشتیاق نباشه هیچ جایی نمیرسیم در هر کار. واسه شاگردارا میگم، میگم تو کتاب میگیری پیشونی ترش کل کتاب خونی، کتاب میگه خوال اگه یادم بگیری، اما یک کتاب میگیرم کتاب خودم یک ماچ میگیری چی کتاب خوبی است، خنده کردم میخونه، او درس یاد میگیره. او کتاب میگه اینا تو هست کسی من میگه استاد کتاب گپ کای گپ میزنه، میگم تو خامت مو بین یاد گیری نتیجه شوید، تو نمیش نویسه داشا، تو شور شوق اشتیاق داشته باش. حتی در کورای ساده یک دو تا خانم خانه رو در نظر بگیریم، یکیش جارو را گرفته خاک دست سر ما، جارو کش بودیم در خانه پدر چقدر جارو کردیم، گفتیم شوی بگیریم دست ما سبک شده نشد، دختر کلان کردیم، دخترام رفت پانتون، باز ما می جارو کش هستیم، نق زده بیست، نق زده بیست، نق زده بیست. اما یک توی دیگه جاری خود گرفته الاشا کجا را می کنه، خانه را جارو می کنه. خوش است، شوق در کار، با پدر مادری شوق داشته باش. او پدر مادری در نظر بگی که اولاد خود میبینه خوش میشه، پدری که در وظیفه است پشت اولادش دق میشه که خانه برم اولاد خود دارو خوش بگیرم، ناز بتو. اما این دیگه که برش عذاب است، تا اولاد که میدونه بس عصبا نیست، میبینی خراب میشه زندگی. اگر شور و شوق اشتیاق نباشه باختین زندگی را، از امروز شروع کنین. اما جمله دقیق است، میگه اول کاری را انتخاب کنین که دوست دارین، اگر نیست اما کاری را که دارین دوست داشته باشین، اما کاری را که دارین دوست داشته باشین، و آدم میتونه برش دلیل پیدا کنه. هر کاری که داری اگه با شوق کنی رضایت خداوند او نیست، بس یک رضایت خداوند دلیل میتونه برای ما باشه برای خوشی ما کم کار خود با شوق انجام بدیم. رضایت مردم اگه دم کار اداره بکنی خوب نیست، دلیل است برای دوست داشتن کاره، معاش از اون میگیرید،
دلیل نیست؟ ما ضرور نیست رئیس بیا باز ما کار کنیم، دیگاه ببینه پیشنش خود کارگر نشان بتیم، در تنهایی خدا را شاید ببینیم و در تنهایی کار خود را به شوق انجام بتیم. اگر معلم هستیم بهترین درس خود را بتیم، اگر شاگرد هستیم خوب در این درس خود را بخونیم. من شاگردای کنکور میگم، شاگرد حتی معلمت فکرت نبود، فکرش نبود، تو من فقط بولو فایلت قصه بگو، خدا میبینی به شوق استاد من گوش دارم، ثواب میتته. دین برات گفته اگر تو در راه علم میری هر قدمت عبادت حساب میشه. اگر بمیری شهید هستی. برای کی؟ برای اینکه فکر خود به درس میگیره، خدا را شاهد میگیره. او اینی که اگر فکر استاد بود مزاحمت کنه به درس، وقت خود ضایع کنه. او اینکه انگشت استاد خود تعقیب داره، با تمام توجه است. ای خدا ببین، به شوق میخوانم، خودم میسازم، فامیل من میسازم، وطن من میسازم، به انسانیت، به دینم مفید واقع میشم. صد تا دلیل ما بر دوست داشتن کار خود میتونیم داشته باشیم. اگه یک مادر به شوق می کار کنه، یک شوهر با تمام شب به این فکر باشه که برای خانم خود چطور شوهر خوب باشه، یک شب خانم به این فکر برای شوهر خود چطور خانم خوب باشه، ما میبینی زندگی چقدر رنگ خوب میگیره. بنان اصل دوم شعور و شوق و اشتیاق است در زندگی. اصل سوم چی؟ اصل سوم خود مدیریتی است. انسان های موفق شما زندگیشون نبینید، کلشان یک صفت برجسته دارن، خودشان خود مدیریت میکنن، منتظر از این نیستن یک کسی از بیرون تنظیمشان کنه. اما آدم ناموفق باید دیگاه بیدار کنه، علبه که صبح شده خودش خواب و مجبورم مادرها دیگه اولین دروغ میگن صبح میشنمی بخی که نمیخیزی، علبه که نو بجه شده تو ورخت ها میخیزی که نوشش بجه، از اینجا شروع میشه. یا با دعای بد که از بس که تو خواب انداختی مادر مجبور میشه از آش خراب است، یک چهار تا دعای بد هم بکنه، صبح با دعای بد آغاز کردی خراب شد. آدم خودمدیریت کسی است که صبح وقت خودش بیدار میشه، لباس خودش تنظیم میکنه، غذای خودش تنظیم میکنه، وقت خوابش خودش. بعضی رو دیدی گاه شرم میشه بخی وقت خوابت از برو خواب که صبح بیدار میشه، بخی که درد داری، بخی امتحان داری، دیگه باید کنترلش کنه. نه، دالی که انسانی که موفق است سلف دیسپلین داره، خودمدیریتی داره، خودش خود کنترل میکنه. اما دوستای عزیز، میخوایم به صورت این 5 تا مدیریت خدمتتون بگیم. اگر میخواین زندگیتون پر از موفقیت، پر از خوشبختی باشه، 5 تا مدیریت هر کس در زندگی خود داشته باشه زندگی رو برده. از سلامتون برخوردار است، از موفقیتون برخوردار است، از خوشبختیون برخوردار است. یک، مدیریت وقت. آدم موفق، آدم خود مدیریت، اول وقت خود مدیریت میکنه که بزرگترین اصل در زندگی ما است. بزرگترین موضوعی که ما در زندگی با ارزش ترین داریم وقت است. گفته میشه ما در زندگی مادی با 3 چیز سر کار داریم: اشیاء، اشخاص، وقت. دیگه چیز نداریم در زندگی ما. هر کس با این 3 پیدا خوب برخورد کنه زندگی رو برده. با اشیاء خوب برخورد بتونی، با اشخاص، با وقت. از کلش کلا مهمترین میگه وقت است. چرا؟ اگه دوست فنچر در شقید بونه بگی از کل اموال تیرستی یا بکشم، تو میخوای از کل چیز بگذری وقت تا بخری. خیر ببینین، وقت از کلش کلا مهمتر است و این رو باید مدیریت کنیم. برش برنامه جداخواد داشتیم، کلی از بس هستیم و خارج نشیم. مدیریت وقت. دوم، مدیریت روابط. هر کسی بتونه روابط خود با خود چی رابطه چطور مدیریت کنه، با خدای خود، با خانواده خود، با مردم خود، با طبیعت چطور رابطه داشته باشه، از گل و از سبزه و از هوای خوب چطور لذت برده بتونه. سوم، مدیریت انرژی است. انسان موفق میفهمه انرژی خود چطور استفاده کنه، اما آدم ناموفق انرژی خود ضایع میکنه، در فیسبوک، در تلفن، در تلویزیون، در غیبت های بی جای، در وقت اضافی. اما آدم موفق مثل تو میام از فرصت استفاده میکنه. مدیریت دیگه که بسیار مهم است، مدیریت احساسات ماست. متاسفانه زیاد ما احساسات خود مدیریت نمیتونیم. غمگین میشیم، از کنترل خود ما خارج است. تشویش میکنیم، از کنترل خود ما خارج است. حتی ما نخونه بعضیا می تشویش نکو. قاعده دست خود ماست دکتر صاحب. خود یاد نداریم مدیریت. یه مثل از یک مدیر بگی کارمند تو میکنه قاعده دست ماست. خود تو مدیریت نمیتونی دیگه. اگر این به دست ما هست، من میگم این یکیش مثل به دست ماست. هر وقت بخواییم تشویش نکنم نمیکنم. حتما بخیر سر خوشبختی برنامه داشته باشیم. باز خود گفتیم انسان یک تحقیق 40 ساله سر 100,000 نفر در مورد خوشبختی کردن، بعدش یک نتیجه گرفتن. خوشبختی یعنی کنترل ذهن. هر کس ذهنش در کنترل شه آدم خوشبخت است. و پنجم، مدیریت پول. احساسات تا کنترل تونستی. اگر پول تان بتونی خرچ و دخل تا درست تنظیم کنی، تو زندگی را بردی. بنان صفت بعدی خود مدیریتی، خود دیسپلینی در پیش انسان موفق است. صفت بعدی پیش انسان موفق داشتن مبارزه و چالش در زندگی است. انسان‌های موفق تمامشان اهل مبارزه و چالش است، اما انسان‌های ناموفق اهل تنبلی و گوشه‌نشینی و
احتیاط زیاد است. زندگی مال کسایی است که خطرناک زندگی میکنن، کسایی که ترسو هستن، هیچ جایی نمیرسن در زندگی. ترسو نباشی، باشه اومد خدا کت ما باشه، بس است. بس یامی کسی کتم نیست، کسی چی کار داری؟ خودت جمع خدا بس استی. سعی کنید در قوم خیش یک وکیل و وزیر داشته باشین، برد بگه که بیا امروز کتم بریم کن فلانه کار تکنم، از خوشی بال میکش که یک وکیل صاحب کتت میره. اما خدا هنده مطال کر لحظه کتت، چرا خود ضعیف احساس میکنی؟ بنان اهل مبارزه و چالش میباش آدم موفق. چی معنا؟ یک کار کت تا یک جای رسید میخوای یک مرحله بالاتر بره، میخوای دنبال یک کار سختتر باشه. اما آدم ناموفق یک جایی که رسید که کمکی دستش میچلید دیگه شور نمیخوره، اونم دایره راحتی خود نگاه میکنه. دلی که انسان موفق اشاره بزرگ ساخته میره. میخوای مثال بر شما بتم، دو نفر در نظر بگیرید، صنف اول رفتن، سال خلاص شد، یکی از اینا تصمیم میگیره میگه نه ما میخوایم در صنف اول باشم، به سال از کلی کدام یک سال بزرگتر هستم، هم درس ها یک دفعه خلاص شده و درس ها را بلد هستم. او دیگه میگه نه ما صنف دو را بلد نیستم اما میرم صنف دو. خب صنف دو رفت، او باز یک ذره سختی ها روبرو است، درس نو یاد بگیره، یک امروز درس نمیفهمه، امتحان سخت است. این آدم دوم بسیار راحت است، نماینده صنف شده، درس ها را کلا بر بلد است، اول نمره هم شده. سال بعدیش او میخواد صنف سه بره، میگه لذت بردیم، به خدا چه صنفی بود، چقدر دال دو سال کلانتر میباشه، هنوز کاکای صنف میشه عصب بود. او رفت باز با سختی ها 12 سال در نظر بگیره، این 12 سال در صنف اول است، عالی ریشو بروت هم کشیده، تفلک ها زیر دستش معلم شده همینجا صنف اول. اما او دیگه سختی ها رو پیش سرمان 12، به نظر شما کدامش فایده کرد؟ حتما میگونه 12، سختی ها رو پیش سرمان، اما صنف 12 شد. اما این آدم صنف اول خوب بلد است، لذت برده از صنف اول، اما هیچ چیز دیگه یاد نداره. بنان ما دنبال بلند بردن خود باشیم. اصلا به نظر من مسئولیت ما در این کره خاکی که آمدیم دوباره یک تکامل ماست. اصلا امتحانی که ما در این دنیا باید بتیم خدا به خدا ثابت بسازیم که خدایا من دوباره لیاقت از او بیشتر دارم. میبینی چقدر زحمت میکشم؟ میبینی خدا چطور رشد میتم؟ یا مثلا شما یک دانه رو در نظر بگیرید، در زمین غرس کردن دو دانه رو در نظر بگیرید، یک دانه موفق یک ناموفق. این ناموفق میگه کوکی حوصله، حال تو اول بیا خودت دو پاره بساز، باز زمینه، باز یک برو بودیم چقدر هوا سرد است، چی مشکل است، او هیچ شور نمیخوره. اما این دانگه که دیگه میگه نه این بادام باید دو توت شد، از اینجا یک نیقه کتی زمین مبارزه کنه، سر خود بلند کنه، یک گام تا ظالم ها میگه سرش پای میمانه، همون باز خودم بیتک کنه، میگه نه من تصمیم دارم درخشه، اون باز کمک شور میخوره، ساقه میزنه، یک شاخک و برگ، یک گام بز شخمی، یک گام برگایش هم میخوره، اما میگه نه من تسلیم شده نیستم، ما عمل دوباره باز نوتو میزنم، باز شاخ میکشیم، باز شگوفه، یک کمی کت لغت میزنه شگوفایش میرزنه، میگه هنوزم ناامید نیستم، بزن کت لغت من شگوفه بارانت میکنم، هنوز من تصمیم دارم که برای تو ظالم بادام هم بود، رشد میکنه، رشد میکنه تا به یک درخت بادام تبدیل میشه. آدم موفق اینه طورست توان رشد و تکامل خود داره. بنان اهل مبارزه بودن و اهل چالش بودن بسیار مهم است. اما یکی دیگه کدام صفات داره؟ یک وقفه کوتاه میگیریم بیننده خوب نازنین، بعدش من در خدمتتان هستم.